قاتل و پدر دخترک کشته شده تاجیک فشار می آورد. در تاجیکستان سنزور به قله گوش‌ناشنید تاریخی رسید. حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی به یک چند مراتبه کاهش یافته است. عبدالسلام سعیدوف پدری هویدای 5 ساله که از طرف ساکین محلی در شهر سرپخوف فدراسیون روسیه به قتل رسید، در نزدیکی از مسکو برگشت. چطوری که centralasian.org می‌نویسد، پدری هویدا می‌گوید تا سرشوی جرایان سودی آید به قتل دخترش در تاجیکستان خواهد ماند. عبدالسلام سعیدوف ماه آگوست سال جاری به شهر مسکو پرواز نمود تا اینکه همراه حمایتچی برای جریان سودی تیاری بینند، ولی عائله الکساندر سیومین قاتل هویدا به عبدالسلام فشار آوردن را سر کرد. آنها برای از دعوای خود برگشتنم به من 2 مراتبه جبران پولی، اول 6 میلیون سپس 10 میلیون روبل روسی تکلیف نمودند. من رد کردم. قلب من هیچگاه قاتل دخترم را نمی بخشد. پس از این عائله سیومین از بالایم شکایت نمود، گویا من آنها را تهدید نمودم. آنگاه حمایتچی عائله‌مان به من مصلحت داد تا سرشوی جریان سودی در تاجیکستان بمانم، میگوید عبدالسلام. به گفته او جریان سودی عاید قتل هویدای 5 ساله سنه 22 دکبر شروع خواهد شد. در ماه اکتبر مهلتی به حبسگیری گمانبر شده در قتل هویدای 5 ساله از طرف دادگاه به 2 ماه دراز کرده شد. حمایتچی و نزدیکان سیومین بنابر کسلی بودن نام برده طلب نمودند که او را آزاد نمایند. یادرس میکنیم که هویدای 5 ساله سنه 22 ایول از نزد حولی منزل زیستش در سرپخوف ربوده شد. روزی دیگر جسد هویدا در بارخلطه ورزشی در راه آهن زواد یافت گردید. تشخیص اکسپرتیزه طبی نشان داد که اول دخترک را تجاوز کرده، سپس با کارد وحشیانه به قتل رساندند. با گمانی عیبدار بودن در جنایت مذکور، ساکن محلی الکساندر سیومین به حبس گرفته شد. امسال نیز متشنج است در سمت دسترسی به اطلاعات. چطوری که ازیا پلوس به تحقیقات تشکیلاتی انستیتوت انعکاس جنگ و صلح تکیه نموده می‌نویسد، وسایط اخباری عامه تاجیکستان همچون حکومت چهارم نقش خود را در جامعه گم کرده است. خبرنگاران باشد از اظهار نمودن معماهای مهم کناره‌جویی می‌نمایند. طبق نتیجه های تحقیقات، رسپاندنت ها ابراز نمودند که به عقیده آنها خبرنگاران در تاجیکستان برای حل معماهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مهم را اجرا نمی کنند، زیرا دولت به نشریه های آنها اهمیت نمی دهد و به سوال هایشان پاسخ نمی دهد. نظر به سالهای گذشته واقعیت تغییر یافته است. در گذشته سخن خبرنگار همچون حل کننده به حساب می رفت. بغیر از آن که دولت به آنها اهمیت نمیدهد، عامل‌های دیگری نیز موجودند، بمانند نارسایی خبرنگارانی با اختصاص از اظهار نمودن معماهای مهم کناره‌جویی کردن، قید نمودن رسپاندنت‌ها. یگان وزیر نشر شود یا یگان نماینده‌های پارلمانمون نشر شود. ما کوشش از آن داریم که معماها را با ثمر بیان نماییم، ولی چطوری که میخواهیم نمیتوانیم بیان کنیم. اگر امکانیت باشد بیان خواهیم کرد. این زمان وضعیت خوب نیست، بنابراین خوب است که اول در خصوص امنیت خیش اندیشه کرد. بعضی حالتها را بنابر داشتن اسناد سیاسی نباید اظهار کرد، گفتند خبرنگاران تاجیک در زمان گذراندن تحقیقات. در نوبت خود خبرنگاران خبرها نیز قید نمودند که در حقیقت آنها از طرف حکومت خوف جدی را حس می‌کنند، بنابراین فعالیت ژورنالیستی خود را نهانی اجرا می‌نمایند. چطوری که رادیوی آزادی می‌نویسد، با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نورمحمدزاده، اختصارشوی انتقال مبلغ‌های مهاجران تاجیک از روسیه با مبلغ‌گذاری یکچند ساحه‌های اقتصادی تأثیر جدی گذاشت. лайки мисол қимачон албатта норозием. با سبب بحران اقتصادی آمدن مبلغ‌ها از خارجه به اقتصادیات تاجیکستان کاهش یافت و این به فعالیت بانک‌ها تأثیر رساند. اختصارشوی حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی نیز تأثیر منفی گذاشت. ابراز نمود نورمحمدزاده در محاکمه مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان. دوباره که میگردم تو 30000 میدادم من فعلا تو 30000 روبل راستیسکیدم فقط. تو 30000 میدادم من مثل گپ یا زندگی خونه دم میرسیدم فعلا روزی گفتی گپو که دیگه خدمت آدمی کوارتیاشین قوت شرایط من میرسیدم پلوسی. با عقیده متخصصان اقتصادیات تاجیکستان با پررگی به حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی تابع می باشد. بنابر اطلاع اقتصادچیان، بانک مرکزی فدراسیون روسیه در اول سال اطلاع داده بود که بنابر نتیجه های سال 2017 حجم انتقال مبلغ‌ها از روسیه به تاجیکستان نظر به سال 2016 زیاده از 600 میلیون دلار افزایش یافته 2 میلیارد و 536 میلیون دلار را تشکیل نمود. طبق اطلاع کارشناسان این به 37% مجموعی محصولات داخلی سال گذشته تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در نوبت خود رژیم تاجیکستان صرف نمودن مبلغ‌های گشناشنید را برای ساختمان بناهای پارلمانی نو ادامه می‌دهد که نرخ آن به 200 میلیون دلار برابر می‌باشد. گرچند که آن از جانب خیتای مبلغ گذاری کرده شود هم روزی می آید و کشور قرض‌های از خیتای گرفته اش را با زیاده‌اش پرداخت خواهد کرد.